خب جناب منصور صاحب، افغانستان چنان که شما قبلا فرمودین بامی مرزهای مشخصی که به نام افغانستان است، اینمی مرزهای مشخص است که از دیورند شروع تا سرحدات ایران و ازبکستان و چین و تاجکستان. اگر ما بخوایم که مرزها را وسط ببخشیم یا از مرزهای قبلی سخن به میان بیاوریم یا از مرزهای وسیع صحبت بکنیم، که همانا مرزهای زمان خراسان در ذهن ما تداعی میکنه که در روز صورت اگر مرز دیورند نپذیریم، باید مرزهای بین تاجکستان و ازبکستان ایران هم نپذیریم. دیدگاه شما در مورد چیست؟ من فکر میکنم که ما بین دولت ها یک بسترندی داشته باشیم. بقیده ما دولت ها در طول تاریخ سه شکل به خود داشتن. یکی دولت های سنتی است که مرزهای بسیار روشن و مشخصی نداشتن، خانواده ها در او حکومت میکردن. دوم دولت های مدرن است که بعد از اینکه کشور ملت در اروپا با وجود می آید و اینجا مرزها بسیار دقیق بشه و یک نوع قداست پیدا می کنن جغرافیا. اما فعلا ما یک مرحله پیشتر از او هستیم که دولت های پست مدرن است. دولت های پست مدرن حالا فعلا مرزها زیاد اهمیت ندارند، مثل اتحادیه اروپا، مثلا اتحادیه عرب. اینجا نقش مرزها کمتر میشه و حتی تابعیت یگانه جای خود به تابعیت دوگانه و سه‌گانه و چهارگانه میده. چیزی به نام رازهای ملی، اینا اهمیتش کم میشه و اثر این فناوری پیشرفتی که در دسترس بشر قرار گرفته. در این موضوع متوجه باشیم که جای از این مسائل فعلا تبادل کالاهای فرهنگی و تبادل همکاری های اقتصادی و حتی امنیتی و سیاسی در سطح جهان چنین چیزی را میگیره و زمامدارایی که بیشتر به جای این توصیه مسائل سیاسی و اقتصادی بیشتر روی چند متر خاک تاکید میکنن، به عقیده ما که از دست زمان عقب موندن و اینا دچار یک عقب موندگی ذهنی هستند. خب در وضعیتی که ما هستیم هر روز شما ببینید 5 طیاره روزانه بیمار مریض از میدان هوایی کابل دیلی میره. حدود 10 برابری از این روزانه طرف پاکستان به تداوی میرن. حتی برای یک تست خون، برای یک تست خون هم میرن در پشاور، میرن در کویت، میرن در اسلام آباد. اینجا کل پاکستان هم اگر مربوط ما باشه، زیر دست ما باشه، ایران هم باشه، یک کشور غریب، فقیر، محتاج، مریض، از نظر سواد، عقب مانده، بی سواد، چی مشکلی را حل میکنه؟ چی دردی را دوا میکنه؟ اینجا دیگه ملت ها، ملت های با عزت، اونایی هستن که صحت خوب دارن، اونایی هستن که سواد بیشتر دارن، اونایی هستن که نان به خوردن خود دارند. شما ببینید که در چند سال پسین وقتی در اثر مشکلات مرزی تورخم برای یکی دو روز بستن شد، ما موارد بسیار تکان دهنده داشتیم که در گوشه و کنار افغانستان از شدت گرسنگی خانواده ها اولاد های خود را میفروشند. و چند دیورند که پشتونستان دریای تا دریای سند هم مربوط افغانستان، ولی گرسنه، ولی ناهم، ولی بی‌تحصیل، این چی مشکل هم میتونه برای ما حل بکنه؟ اینا من باورم هست که موضوع زمان و حساسیت وضعیت کنونی جهان اصلا زمامدارای ما درک نکردین و اینا بسیار عقب موندن. خیلی ببینین جناب منصور صاحب گرامی، شما لطف بفرمایید نظر اپوزیسیون و جامعه مدنی را و روشنفکرای افغانستان در مورد اگر در چی میگن اونا، آیا اظهار نظر کردین در روی مسائل خطر دیوران و اظهارات رئیس جمهور و موقفگیری حکومت در مورد اختلافات بین پاکستان و افغانستان؟ خب
اپوزیسیون سیاسی مثل جبهه ملی و ریاست آقای احمد ضیای منصور که در رو جنرال دوستان و استاد محقق عضویت دارن، اونا در با انتشار یک اعلامیه بسیار واضح موضوع خود گفتن و بیان کردن که قضیه مرزی با پاکستان حل شده است و هر گونه تازه کردن از این موضوع یک بوران آفرینی تازه و ایجاد مشکلات بیشتر به افغانستان است. جانب ائتلاف ملی برابری آقای دکتر عبدالله اونا هم قضیه را اعلان شدن اعلان کردن و گفتن در یک مصاحبه. اما نیادهای دیگه که کوچکتر هستن و شخصیت های مستقل دیگه بله. در اینجا از مصاحباتی که در تلویزیون ها دارن در روزنامه ها دارن یک گذستگی واضح دیده میشه، یک جمع کثیر فقط حتی مثل که استاد فیض الله جلال سوال شما را مطرح کرد که اگر بحث منطقی باشه که او طرف دیورن قومای ما هستن، هم زبانای ما هستن، هم تبارای ما هستن، استاد فیض الله جلال گفت که قوما و هم تبارا و هم زبانای ما در سمرقند و بخارا هستن. بر من او را نمیشناسم. بسیار واضح گفت که اگر برای کسان پشاور مهم است، برای من مشهد و نیشابور مهم است. و نمیشه که باز یک طرف شه خانواده ها را جدا نکنیم، طرف دیگه شه با جدا بکنیم و ساختن ملت همیست که مرزها کشیده میشه و خانواده ها بله تقسیم میشه، مثل که هند و پاکستان تقسیم شد، مثل که جاهای دیگه تقسیم شدن. این لازمه از این موضوع هست. بیشترینه اونطوره که دیده میشه بحث دیورند یک بوران آفرینی جدید و مشکل سازی برای افغانستان و جانب رئیس جمهور میدانند، اما شماری اندکی هم هستن که ادعا میکنن که بله دیورند تحمیل شده و افغانستان حق داره که این ادعا را داشته باشه و برای زمین شدن بخش های قبائل و افغانستان بکشه. و هر صورت صاحب، جناب منصور صاحب، در صورتی که ما بالفرض فرض میکنیم که خط دیورند نپذیریم یا چنان که رئیس جمهور ما به صراحت دو بار اعلان کردن که نه پادشاهان قبلی ما یا زمامدارای قبلی ما خط دیورند پذیرفته و نه ما میپذیریم و نه آینده های ما خط دیورند پذیرفتین، بعضی از دوستا و وطندارا زیاد در ذهنشان و گاهی در مجالس همین مسئله را مطرح میکنند، در صورت عدم پذیرش یا اختلافی که بین ما حداقل بین پاکستان و افغانستان سر مسئله دیورند وجود دارد، آیا در صورت موجودیت جامعه جانی در افغانستان یا موجودیت قوای ناتو و خصوصا ایالات متحده امریکا و پشتیبانی جهانی که فعلا مردم افغانستان و حکومت افغانستان از او برخوردار است، آیا لازم نیست که امی مسئله را به شکل به اسلام مذاکره و مفاهمه و جهت راه حل در شرایطی که ما دست بالا داریم دنیا با ما هست با پاکستان در میان بگذاریم؟ ممکن که از پاکستان بتانیم امتیاز را حاصل بکنیم و امی مسئله را به نفع خود به اسلام حل بکنیم. از دیدگاه شما امی سوال تا کدام اندازه معقول است؟ بالاخره این مشکل مرزی مانند هر مرز دیگه باید از طریق تفاهم حل شود. بله، من پیشتر اشاره کردم که ما 10 سال پیش 11 سال پیش فرصت بهتری داشتیم که پاکستان نسبت بین المللی منزوی بود و چهره زشتری داشت، به عنوان پشتیبان القاعده و طالبان و تروریسم شناخته شده بود. امریکا و متحدهاش بسیار خشمگین بودن. در اون زمان ما میتونستیم حل بکنیم. حتما شما یاد دارین که این جانب پاکستان به خصوص پرویز مشرف بود که پیوسته میگفت که من ایره دیوار میکنم، ایره سیمی خاردار میگیرم. بله. جانب افغانستان قبول نداشت. نکتی ظریف و حل ناشده هیست که
اون گونه که فعلا امریکایی ها برای حل این مسئله مرزی علاقه دارن و تلاش دارن، چرا 10 سال پیشتر یا 11 سال پیشتر مایل به چنین کاری نبودند؟ چرا آقای کرزای اینها تشویق نکردن که در همون شرایط این موضوع حل می شد، در حالی که پاکستان کاملا آماده بود و راضی بود و تا امتیازات خودتری هم به جانب افغانستان شاید می داد. اما حالا که طالبا هم نیروی بیشتر برخوردار شده و زمان خروج نیروهای امریکایی در افغانستان از افغانستان تعیین شده و این معنایش دید که زمینه برای استرازی پاکستان در افغانستان بیشتر مساعد شده و در یک کلام و با گذشت زمان اوضاع به نفع پاکستان شکل گرفته، در حالی که اکنون هم این فرصت هست که باید افغانستان حل بکنه، اما این فرصت به اندازه 10 سال پیش و 9 سال پیش و 11 سال پیش او خوبی را نداره. اما سوال در جایش است که امریکایی ها 11 سال پیش چرا میل برای حل این مسئله نداشته؟ بله، یک سوالی که در ذهن عموم وطندارها هست است که آیا اگر ما بالفرض همین خط دیورند مطلق نپذیریم و الان هم آماده مذاکره نباشیم و فکر بکنیم که الان وقتی نیست که ما این مسئله را عنوان بکنیم و در روی این مسئله با پاکستانی ها صحبت بکنیم، آیا از دیدگاه شما کدام زمان ما دیگه از این زمان که ما مجال زیادتر پیدا کرده میتونیم، چه از نگاه نیروی نظامی یا نیروی انسانی یا موقف بالای سیاسی، که ما در اون زمان ادعا بکنیم که ما این سرزمین ها را یا با زور یا با مذاکره از پاکستان میگیریم؟ آیا از دیدگاه شما کدام زمان فرارسیدنی است؟ اگر فرا میرسه 50 سال بعد میرسه، 100 سال بعد میرسه، یا هرگز این زمان به اصطلاح در اختیار ما قرار نمیگیره؟ وضعیت کنونی جهان و شتابی که در بحث پیشرفت و ترقی کشورها فعلا مطرح است، یک روز، یک ساعت، یک ماه، یک سال فرصتی است که جبران کرده نمیشه. کشوری که یک سال جنگ میکنه، اختلافات میکنه، سازندگی باز میمونه، این بسیار برش دشوار است که به ده ها سال دیگی بتونه او را جبران بکنه. و پاکستان کشور نیرومند است از جهات مختلف و این تصور که گویا در فرصتی که افغانستان لااقل از نظر نظامی هم سطح پاکستان باشه به حل این موضوع بپردازه یک خیال بسیار خام و باطلی است و این تصورات بیشتر یک تصورات بدوی و قبیلوی است. امروز کشورهایی که میخواهند به جایی برسند در فضای صلح، در فضای همکاری، در فضای گسترش تعلیم و تربیه کار خود سامان بتن و زندگی خود رونق ببخشن. متاسفانه که فرصتها هرچی بیشتر از کف جانب افغانستان میره و ما درگیر بازی های قرون قدیمه هستیم که هیچ معنا و مفهومی ندارم. منصور صاحب محترم، به عنوان آخرین سوال، شما منحیث نماینده مردم افغانستان در پارلمان و منحیث مسئول و سخنگوی مردم عام افغانستان که ضررها و مشکلاتی که از طریق اختلافات بین کشورها خصوصا از طریق عنوان نمودن مسائل احساساتی و عاطفه برانگیز که مردم ما رنجهای امی سیاستهای خام زمامدارای ما را و اصطلاح با جانشان میکشند، شما منحیث نماینده مردم در پارلمان و سخنگوی عام مردم افغانستان دیدگاهتان در مورد خط دیورند و رای حلش به اصطلاح چیست؟
من فکر میکنم که بسیار ابتدایی هم که فکر بکنیم برای از این که کشوری به نام افغانستان وجود داشته باشه و ملتی به نام ملت افغانستان شکل بگیره، تعیین حدود مرزی کاملا ضروری است. در تعریف کشور ملت ها یکی از مؤلفه های حساسی یک کشور یک ملت است که حدود جغرافیاییش معین می باشه. و وقتی ما یک طرف مرز ما نقطه نقطه است و او را به رسمیت نمی شناسیم، این معنایش است که ما یک ملت نیستیم، ما اتحاد و هماهنگی نداریم و در او صورت هرگاه باشنده های افغانستان مطالبه را سر می دن بحث تغییر ساختار نظام عنوان می کنن، بحث خودمختاری ها را مطرح می کنن، حتی شماری هم متاسفانه تجزیه را به عنوان یک رای حل مطرح می کنن، در او صورت تقصیر به دوش زمامدارای ما هستن که به اساسیت موضوع پی نمی برن و برای این هرج و مرج و این مرکز گریزی و وحدت ستیزی خودشان میدان میدن و این مشکل مشکل کوچکی نیست برای یک ملت و یک کشور. وقتی میبینن که دارایی هایشان پول بچه‌هاشون فرزندانشون به جای از اینکه دوا بخرن، کتاب و کتابچه بخرن، سرک برشون بسازن، اونها مصرف کشمکش های سیاسی در یک جای به نام دیورن میشن. بله. و این پول ها صرف تطمیع سران اقوام و قبایل در قبایل آزاد میشه گویا، این که و سربازی نمیتن و همیشه امتیاز میگیرن. اینا باز حق دارن که نسبت به زمامدارشون بی‌باور باشن، نسبت به دولت مرکزیشون بی‌اعتنا باشن و انواعی مشکلات و مصائب دیگرن اینها در افغانستان به این ترتیب ضرر بکنن.